دوستا عزیزم سلام عرض می کنم. امروز تاریخ 2 مارچ سال 2024 میلادی است. ببخشید که من امروز تقریبا نیم ساعت ناوقت‌تر رسیدم. از شما صمیمانه معذرت می خواهم. مشکل داشتم که تا حل تانستم شد. به خاطر که ما همه ما خوش خوی شویم، بین که برای شما یک شعر زیبای یا یک غزل زیبای از حافظ بزرگ بخوانم. من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم، من ترک عشق بازی و ساغر نمی کنم، 100 بار توبه کردم و دیگر نمی کنم. باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور، باغ بهشت سایه طوبی و قصر حور، اما کوثر و حور و امو تمام چیزهایی را که در دنیا به ما وعده میده، با خاک کوی دوست برابر نمی کنم، با خاک کوی یا با خاک پای دوست برابر نمی کنم. حافظ بسیار هوشیار بود، میفهمید که گپا دروغه. میگم او تمام باغ بهشت و کوثر و قصر حور و غیره و غیره تا به خاک پای دوست خود برابر نمی کنم. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. میگه سیکو ما با زبان نمیگیمت، با اشاره میگیمت. ما اهل نظر هستیم. گفتم کنایت و مکرر نمی کنم. میگه سیکو ما با کنایه برات گفتم که امو چیزا غلطه، مکرر نمی کنم، تکرار نمی کنم. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، تا در میان میکده سربر نمی کنم. دیگر ها فکر میکنه که در میکده میری بیوش میشی. این میگه من کل وقت بیوش هستم، یگانه جایی که من بهوش هستم میکده است. تا در میان میکده سربر نمی کنم. وقتی که در میکده بودم اونو اخما بهوش هستم. هرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا، ایک کما بیوش هستم که از سر خودم خبر ندارم. تا زمانی که ما در میکده سر بیرون میکنم. ناصح به طعنه گفت رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر. نمی کنم. ای ملا میگه به ما میگه که برو از عشق تیر شو، که دنیا اترسته تو را عشق، عشق خداست. برو بیادر، محتاج جنگ نیست، نمی کنم. این تقویم تمام که با شاهدان شهر، ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. میگه ملا بر از این گفته که تو هیچ تقوا نداری، تو تقوایت از دست دادی، گناه داره، نکو. بازی میگه از تقوا با ما اینم قخوبه که ما مثل تو ملا در سر منبر که خطبه میتی، طرف حوزن شاره بازی داری، طرف حوزن اونمو رو من نمی کنم، اونمو چشمبازی تو رو من نمی کنم. این تقویم تمام که با شاهدان شهر، ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. حافظ جناب پیر مغان جای دولت است، حافظ جناب پیر مغان جای دولت است، من ترک خاک بوسی این در نمی کنم. اینا در وقتش بسیار با ما و شما فاماندن، اما چنانچه گفت به کنایت گفتن. مردم و قدر هوشیار نبودن که بفهمن. دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. سلام، سلامت باشی دوست گرامی، خوب هستم، بفرمایید. آقای شفیع عیار، من به خدمت شما عرض کنم که نظریه خیلی کوچک دارم. صدای شما یک ذره پخش شد، بلندتر بگوین. حال بهتر شد؟ بهتر شد، نه تا زیاد نه، اما بفرمایید. نه بسیار پخشه، شما دوباره زنگ دین.
روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایین. سلام آقای ایمان. سلام به شما دوست گرامی، بفرمایین. فقط یک سوال دارم. بفرمایین. سوره نال آیه 125. باشین یک ثانیه. خب بفرمایین. نوشته کده که با حکمت و پند نیکو مردم را برای پروردگار دعوت نما. بله. با روشی که نیکوتر از دهان بحث و مناظره کنید. بله. یک نیاز در آیه سوره حاشیه آیه 21 و 22 این چیز همیشه تکرار شده که پنده که تو تنها پندینده هستی و تو بانه ها مسلط و چیره نیسته که برای ایمان و مکبولش کنی. کاملا. اول سوال ما در این جسته که و آنسو کوبرشه اینجا در چی دیگه در سوره عمران دو آیت هست که شما در باریز قبلا برنامه داشتین آیه 125 و 126 خود خداوند 8000 فرشته را به کمک پیغمبر خود در جنگ روان کرد. بله. اینال قرآن که یک قانون است بر دنیای اسلام یا بر جامعه اسلامی، اول چرا خداوند خودش به اساس این او آیت نهر که خانده که بایستاد پن پیش برو. بله. خود از انسان ها را کشتن قانون از این پای کرد و بعد از او پیغمبرش این چیز همین قانون را زیر پای کرد. کاملا. بله. از این چی بود؟ چرا قانون خداوند و پیغمبر زیر پای کرد؟ و دیگر دین خودش به زور نه دین به رضا است. همچنان در آیه بله. اینجا و شش سوره بقره هارسو گفته که دین هیچ اجباری نیست. لا اکراه فی دین. بله. این سوال ما در اینجا است وقتی که دین به اجبار نیست چرا دین به زور داره مردم قبولان؟ یعنی همون کلمه که خودش یا قانونی که و چرا 8000 ملک رایی کرد که بکش آدم ها را مالشانه بگیرن و دیگه از اینکه پیروان خدا یا خدا قناعت بده در آیه انفال سوره انفال آیه 69 و مالم قلیمت در حساب یا مال مردم هم حلال کردن. کاملا. دوست گرامی، ما همیشه میگم که قرآن از تناقضات پره. یک روز که محمد کار داشته که مردم قناعت بده که بیایی که در جنگ بریم، نترسین که اونا زیاده، از آسمان ملائک آمده ما شما را کمک میکنن. باز در اون روز امون ملائک هم در آسمان یا شکست خوردن، باز گفتن نه شما ایمان نداشتین، ملائک شما را کمک نکرد. باز در قرآن آیت است که امی راه نیک و بد در دست خدا است، خدا میتونه مردم هدایت کنه. وقتی که خدا هدایت میکنه حاجت پیغمبر نیست. وقتی که خدا اگر هدایت میتانه حاجت نیست که مردم ها را ملک بیاره بکشه. وام در یک جایی که 5000 نفر نفوس کعبه نبود، خدای لوده 8000 ملک را آورده که اونا را از هم بکوبانه. باز این تناقضات در سر تا سر قرآنه. اگر شما قرآنه اما تو که شما اینه خواندین که بخوانین که آیات در کلیتان یک ذره بمانه، باز وقتی که میخوانین میگه در اوجه خواهده گفت در اینجا همون که میگه دروغوی حافظه نداره، اینمی کتاب اونمون مثال در سر صدق میکنه که دروغگوی که یعنی محمد بود حافظه نداشت و ای به خدایش رابطه نداره. خدا خود دروغ نمیگه، خدا مجبور نیست. خاکین آلی در می آید مخصد در آید بیسا به حساب پند بی نیکو بار را برای پروردگار دعوت نمو بار بیشی که نیکو تر استن ما فقط از شمشیر و از یک شمشیر دیگه دستم و 8000 ملک هم رایی کرده که سر مردم ها بشکنن. با شما در اون سوره بقره که ببینین میگه من شما را به ادیان مختلف بردم برازی که شما در کار نیک رقابت کنین. اینا رو شما سعی کنین که خودش در یک جای میگه که ادیان مختلف ما به وجود آوردم که شما در کار نیک با هم مسابقه کنین. اما در اوجای دیگه میگه کی را بزن و دیگه را بکش، دیگه را مال یهود چور پرتو، مال اسرائیلی چی عیسوی را چور پرتو، باز مال مسلمان ها، باز مال امی بچه های کاکاش قرش از امی
ابو سفیان غیره را چور منداخت. باز هر کدام از این نمود یک دروغ دیگه می آورد. وقتی که دروغ کتاب شد، حالا می فهمی که چقدر دروغ با چی تناقضات در این کتاب گنجانیده شده. سلامت باشه. ببخشید. روی خط هستین دوست گرامی؟ روی خط هستین. آقای عیار سلام. بله؟ ما آقای عیار ما دمی سلام علیک عادت کردیم دیگه، گرچه ایمان هم ندارم دهش مجبور سلام علیکم. نه او یک کلمه است، ما هم سلام میگم. او خوب با اسلام رابطه نداره، پیش از اسلام این کلمات بوده. بفرماین. چندین بار برای شما یک ویدیو رو رایی کردم، فکر خیلی رایی کردم یا خیلی زنگ هم زدم شما نبرداشتین یا مصروف بود تلفن. ویدیو چی است؟ یک ویدیویی است که یک دختر 9 ساله بله. که در خود عربستان سعودی و یک مرد 36 ساله که دوربر اطرافیانم که در او عروسی حضور دارم تمامشان دانشمند و فهمیده معلوم میشن، رسمی ازدواج میکنه و از دهن و دختر میبوسه. یک سعی کنین باید ما ایره درک کنیم که تاوال را فرهنگ امو محمد و پیغمبر تاوال را مینا ادامه میدن، ولی ما چشمای ما بسته است، اصلا هیچ نگاهی نمی کنیم در این که اینا چقدر کسافتکاری هایی را میکنن. دوست گرامی ویدیو را در کجا رایی کردین؟ دمی واتساپتان دمی جایی که زنگ زدیم همین روزم رایی کنین، ما کش میکنم ببینمش. اما ای که دختر 7 ساله و 6 ساله بوسیدن همراهش همخوابگی، این فرهنگ محمد بود که به وجود آورد، پیش از اون نبود. محمد این فرهنگ به وجود آورد، مسلمان ها ترویج دادنش. شما باور کنین او خود طالعمند است که حداقل او را عروسی کرده. دین مملکت های ما عربا آمد، دختر 3 ساله را زیر پای خود انداختن، 10 ساله را 8 ساله را هیچ اصلا نکام نبود، زیر پای جان میداد، گاربیج منداخته شده، او سود فضله منداختش. اینا اون روز مفسطار سیرت ماندم که میگفت که دختر 4 ساله هم نکاش میشه، اما باز او نافذ نمیشه. نافذ چی؟ نکاح یعنی که برادر نمی دختر از تو شد، تو حق هم خوابگی هم رایش داری، او رو میبره در خانه خود، در بستر خود، تو در اوج رفته میتونی که بگوی کت زنت چی میکنی؟ نه، به نان دختر با موم مرد میسپارن که هرچی که کرد. تشکر میکنم که رایی کردین، من میبینم شد. دوم دیگه یک چیز دیگر هم براتون بگویم که من خودم 18 ساله بودم داخل اروپا داخل شدم. از امور روز اول که داخل اروپا داخل شدم که شما معرفه شدم آقای یار. بسیار خوب. و با صدای شما عادت کردیم، با صدای شما واقعا باور کنین پس وقتا که من بعد از اینکه شما را فهمیدم، دین را فهمیدم و انسانیت را فهمیدم از شما، حالا یک معتادی دیگه در ما جوانا پیدا شده که باید با صدای شما آرامش بگیریم. پرابلم داریم، مشکل داریم، هر صحبتهای شما را میتونیم تجربه بتیم یا معنا بتیم به مشکلات زندگی و از او یک درس خوبی را بگیریم. ما و دوستایم که کدشان ارتباط دارم واقعا شما را خیلی دوست داریم و همیشه آرزوی ازیده داریم که صحتتان کامل و همیشه حداقل در سر ما باید یکان 40 سال 50 سال دیگه امیدوار هستم که باشین شما. در سایه لطف یزدان باشین دوست گرامی. شما را خوش هستم که با صدای من آرامش میافین، اما اگر شما میخواین که ما به صدای شما آرامش بیافم، برای این دیگه معلم شوین، حال شاگرد بودین، یاد گرفتین، آموزگار شوین. ما هزارها تا ایجا شفیع عیار کار داریم که بتانیم وطن خود نجات بدیم. با یک سطل یک باغ نمیتانیم او بتیم. شما باید در خط اول بیاین و چنانچه میبینم که دوستای ما در خط اول آمده رایستن، در تیک تاک، در یوتیوب، غیره غیره، استدلال میکنن منطقی، دوستانه و صمیمانه، با صبر و تحمل دو میخورن، خنده میکنن، اما تشریح میکنن. اینیج برد ما میباشه. بسیار خوش شدم. سلامت باشین. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام و احترام شما آقای عیار و خدمت بیننده های شما. سلام به شما دوست گرامی. بفرمایید. آقای عیار، از حدیث و قرآن و پیغمبر و پیغمبر بازی که بگذاریم، میرسیم در جاده مولانای بزرگ و بسیار خوب. دمو قسمت خرابه اما خوبترین شعر میرسیم. بله. و خودتان قسمی که مالی مات دارید در جمعه
شعرهای بزرگ ما، مولانا یکی از شعرهای مذهبی بود، دیگرهایشان به مذهب اعتقاد نداشتند. و وقت سر جاده مولانا می رسیم، از بس که شخصیت مولانا بزرگ است و سخن مولانا بزرگ سنگین است، اگرچه مخالف طرز پیام مولانا هم باشیم، بسیار سخت است که با آسانی بگذاریم از کوچه مولانا. و ما یک شعر کوتاهی را بودم، تمامش نمیخوانم، از مولانا بزرگ برات میخوانم. آقای عیال بفرمایید. بزرگ میگه تیز دوام تا به سواران برسم، نیز شوم تا بر جانان برسم. خوش شدم پاره آتش شدم، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. و خودتان خوبتر میفهمید که وقتی میگه مولانا خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم، منظورشان چی هست؟ منظورشان این هست که دنیا را نفت و حرص بیخی از بیخ و بون باید بسوزانیم. این کار کنیم آقای عیاض، پیشرفت، ترقی، تکنولوژی و سهولت ایجاد کردن در زندگی انسان ها و کلی میمون از دیگر ختم میشه و انسان نمیتونه که همگی دنیا بمیرخم که مولانا پیام داد پیش برند. و نظر شما چی باید کرد؟ و در سر کوچه دیگر خیام است که کاملا 180 درجه نظرش فرق میکنه از مولانا. اگر که من نمیخوایم هم نظرم خیام باشم، بسیار خوش دارم که نه هم نظر مولانا باشم، اما متاسفانه هر چی میکنم نمیتونم که یک رقم میکسیم کنم که این جهان قسمی که پیش میره خوبتر از و قسمی چیزی که مولانا میگه کمپکت بلند و میخوانه و بفایدی از انسان ها هست، قسمی که علم امروز مدرن تقاضا میکنه و نظر شما رو میخواییم. تشکر. ما فکر میکنم که دنیا با قسم خوب پیش نمیره که شما که گفتین و بعد هم پیش نمیره، خوب و بد پیش میره. همی انسان ها که هست، در واقع ما سرطان روی زمین هستیم. ما هرچه که تمدن ما پیش میره، زمین سوء استفاده میکنیم زیادترین و چانس از این است که آهسته آهسته همی سوء استفاده هایی که از زمین میشه بخی نسل بشر از بین ببره. اگر از بین نبرم، زمین میتونه که بسیار تخریب شود و یک قسمت از ما بخی از بین بره. هنوز که ما بم های اتمی را استفاده نکردیم، اگر به او برسه خو بدون شک. چیزی را که مولانا میگه که تیز بدوام تا بدان جا برسم، که ما چیش هست در کلم نیست که خود شعر، و ای که میگه که خانه بسوزم که به بیابان برسم، خانه سوختاندن احتمال داره که جهان مادی است که ما در او قرار گرفتیم، یعنی تن ما، که از این بیرون شویم. مثلا در هندوها مسئله سوختاندن سپند است، اسپند. ای را باز کسایی که صوفی بودن و وحدت الوجود بودن، ای را بسیار یک نمونه مهم برای خود می گرفتن، چنانچه بیدل ای را بارها، صدها بار بسیار با مقبولی استفاده کرده که وقتی که می سوزی سپند در سر تاوک مفته یک صدا میکنه، دود میکنه، یک آتشک میکنه و خاکستر میشه. تپیدم، ناله کردم، سوختم که این نقش بس بربستم. چیزی که مولانا میگه تقریبا شبیه ایست که تن بسوزم که به بیابان بروم، که از یک قیدهای که ما درش بسته شدیم به خاطر مادیاتی که به وابسته هستیم، باید
از این بیرون برایم و در واقع نفس خدا از بین ببریم تا که آزاد شویم. ترک آرزو کردم، ترک آرزو کردم، این قفس گلستان شد. سوخت بر فشانی ها، سوخت بر فشانی ها، این قفس گلستان شد. یعنی ترک آرزو کردم، چطورکایی زندگی آسان شد. سوخت بر فشانی ها، این قفس گلستان شد. یعنی که از خود بیرون میری، در یک دنیای دیگه زندگی میکنی که اصلا دیگه وجود نداره، که در مهم نیست که در ما حولت چی هست. همین دید ما بود، البته ضرور نیست که دید ما درست باشه. روی خط هستین دوست عزیزم؟ روی خط هستین؟ یکان دفعه دوستان ما فراموش میکنن که سحر. خوشحالم که شما را ساعت میبینم، سلامت باشین. دوست تاجک ما به خط سیریلیک نشته کردن، سپاسگزار هستم. درود و مهر آقای محترم، عیار برای شما سلامتی و طول عمر آرزو میکنم. مریم حمیدی سلامت باشین. بازم دوست تاجک ما دمیتریوس نور سلامت باشین. در یک انسان اخلاق خوب بهتر از دین است بدون شک، و خصوص دین اسلام. یعنی میتونیم در قسمت دین اسلام بگوییم که در یک انسان اخلاق نیک بهتر از اسلام که با اخلاق زشت است. بازم دوست تاجک ما سلامت. یما جان رنج هستی آسان شده. سوخت پس فرشانی نه، رنج هستی آسان شد. خدایا این نحس را با برکت و درک واصل کن. آقای یاسون بلوجزهی میگه خدایا این نجس را به درک واصل کن. این بیچاره در پیش آینه شیشته سر آینه گپ میزنه. ترک آرزو کردم، رنج هستی آسان شد. سلامت. همی سه عملیات را که تیر کردم، یکان دفعه یک چیزی که در سابق تامت میکردم در کلیم احمد یک همه تال میده، شاید پس صحیح شوه. امیدوار هستم. در زندگی سه چیز باز نمیگردد: زمان، کلمات و مو. نه، مو میگرد. زمان تغییر داد. ای گپ سیوم شما را بیاین در شفاخانه برین، مویتانه برتان بشانه کاکولی تر از سابق. قیمت ها سه چیز، در قیمت ها سه چیز نباید از دست، قیمت های سه چیز نباید از دست برود، نرود نمیشه. آرامش، امید، صداقت. خوبه. سه چیز قطعی نیست: رویاها، موقعیت ها و شانس. و سه چیز با ارزش ترین هاست: عشق، اعتماد و نفس و دوست واقعی. خب اعتماد به نفس، عشق، اعتماد به نفس و دوست واقعی خوب بود. نادر حسینی سلامت. شکر که تو را داریم عیار بزرگ. عبدالله حقچو روی خط هستین دوست عزیزم؟ روی خط هستین جناب عیار گرامی، روی شما خوش خوب هستین؟ سلامت باشین، خوب هستم، بفرمایید. عیار گرامی، اول خب بارها عدمی برنامه های تا تشکیل کنیم. مقبول برنامه های تان در رابطه که میکشین بسیار جالب دیدنی است. من پیشنهاد من ایسه کمی مسلمان هایی که زنگ میزنن در دشنا میزن، اگه اینا را در مخط بگوییم که یعنی اخلاق پیغمبرتان است، یک در اینا به شرمن از ما خاطر و هست امو هست واقعا. اگه امو اخلاق پیغمبرشان هست، چرا ما دو نمیزنیم؟ چرا یا دو میزنیم؟ یه هر کدامش من دو میزنم ولی خیر دیگه. اولی خب آقای خانیش، اولی خب این که کس نمیاین که دو دست نام بده که یک دو کلمه اینا آنمو لچکانی بازار هستن که یک کلمه نایی بپرسان چه گفتیم؟ شما گفتیم که لای 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 چی به خدا بزرگ است. اونو خجالت هم نمیفهمید، همون هم نمیفهمید، کلمه خود هم نمیفهمید. بله یک مقبول گفتیره که شما بازش این شل شنیدیم
ما و یک دوست پروفسور عزیز ما شجان ها را همیشه گفت میداریم همین که گفتین اکو پک علم بلم بشپاسنگی آنقدر جالب بود آقای را که یک چیزی را به خاطر ما دادیم واقعا گفتین در جنت اینا خیلیشیم بله یا بسیار مقبول بود سلامت باشه و آقای گفتنی آخر کمی آقای آزاری را تایید به خاطر خود نزد مسلمان ها آبرو بود دروغ آمده که آقای علیه را به کشمیر بود قرآن از عربیش نداره فارسیش داره او به من تو کنیم معنی شد همین شما ماها کنیم قبیل شما معنی کنیم یا دلیل بگو من می بادم یعنی خمیری باید خودتا خوی آیانی باید اونا رای گریز باز میکنن همی در کدام لسان است که امروز شما ترجمه نکردین خب ما همون ترجمه را گرفتیم از روی از امو میخوانیم دیگه کدام مشکل داره اونا رای گریز بخیر باشه شفی جان امروز نام خدا و از صحیحت بهتر است بهتر معلوم میشود خداوند درد و مریضی را در کوه و سرا ببرد داوود کریمزاد آقای کریمزاد ما همی هفته پیش هم وزم بسیار بهتر بودک آلیم خوبتر از فضل خدا بعد از امی دیالیسیس ما بسیار انرژی خود دوباره گرفتم تنم قوی تر شد و مثلا سابق که میشتم خانوک میخوردم هموی ما مرفوع شده سلامت باشین خداوند متعال عمر تورانی نصیب کند نور احمد یعقوبی سلامت روی خط هستین دوست عزیزم سلام به شما دوست عزیز بفرمایید. شکر فضل خدا. من شبانه هستم از کالیفرنیا و شما زنگ زدیم. و بسیار خوش هستم تلفن رو رخ کرد بالاخره بعد از 12 سال که تماشاگر برنامه های زیبای تان هستم. خوشحال هستم دوست گرامی. تشکر از وقت گران بایتان. خواهش میکنم از هر گفتار هر کردار که شما در برنامه هایتان تا امروز انجام دادیم ما خیلی راضی هستیم فامیل همگی ما خیلی دوست داریم فقط به خاطر زنگ زدم اصلا باورم نمیتوانم کمی کنترل هم نمیتوانم کمی گریه گرفتیم فقط میگم بسیار زیاد دوست دارم تشکر لاوان حفظت کنه ساعت جور کامل باشه امید ما همگی ما رو داریم سلامت باشین شبانه جان گرامی به فامیل محترمتان احترام برسانین بسیار خوش شدم که با شما زنگ زدم از شما گپ زدم سلامت دوستای گرامی ما امروز یک اعلان دارم خواهش میکنم شما به هم یک توجه کنین دوستای گرامی به این اعلان یک توجه بکنین حبیب قادری هنرمند محبوب ما با تاریخ 9 مارچ 2024 در کریستال بانکوت هال در شهر انتیاک کالیفرنیا یک کنسرت بسیار زیبا کریستال بانکوت هال یا کریستال پالاس بانکوت هال اینا یک گرند اوپنینگ دارن در امو شب که غذا مجانی صرف میکنن دارن برای کسایی که در این کنسرت اشتراک میکنن شما تکت های از این کنسرت در دهن دروازه میتونین $125 بخرین شما اگر این تکت ها را قبلا بگیرین این ادوانس $99 است دهن دروازه $125 است امیدوار هستم که شما یک شب خوب و خوش داشته باشین و congratulations for crystal banquet شما امیدوار هستم که یک شب خوب و خوش داشته باشین و congratulations Crystal Palace Banquet Hall البته در اینجا ما گفتم که Crystal Palace Banquet Hall گرند اوپننگشانه غذا مجانی میته برای شما کسایی که در کنسرت میاین که یک فکایی یاد آمد که یک آقا کتی خانم کتی کشتکک دخترک خوردشان کدام جای می رفتن تکسی استاد کردن گفتن بیادر تا اینجا چند می بری گفت که یا ببخشین گفت از ما چند می گیری گفت 20 از این خانم گفت اونمو 20 باز گفت از دخترکت ما گفت او برا مجانی می برم گفت خیلی تو که کمیر مجانی تا خانه ما برسان ما باز دست بس می
که شما میفنش که بگوین غذا خو مجانی است، میریم غذا را مجانی میگیریم، میگه ما در کنسرت هیچ نمیشینیم، هر دوش یک جای. خب هران بجز شیخ الله و چطورکایی بنی آدم اعضای یک دیگرن. جناب عارض، چنان وابسته شدیم که اگر خدا نکرده نباشی ما هم رفته رفته دیوانه خواهیم شد. خدا نکند. خدایا شنیدی؟ خدا البته خدای ما یزدان است، خدای کائنات. یه خدای است که می علای کبر در زیرم و قطیس یا بسته کده که کارای خراب نکنه. 1400 سال است که گفت ما بستهت میکنم همینجا. آقای اختر محمد نایبی میگه الله تو را هدایت کند آقایار. کاش که بتانه، کاش که بتانه. الله را خدای کائنات در زیر و تغاره قرود شانده که هیچ کار نتانه. او خود که کشیده از اموجه 1400 سال در میزیر یک قطی سیاه. تو میگی که الله انو زنده هستن؟ خدا اون سرش چی آمده؟ بیشتر عمر خود پای برنامه شما گذاشتم. می شاید یک بار با شما صحبت کنم. حشمت میرزایی، امیدوار هستم که زنگتان در ایجا تیر شد. از کدام مملکت هستین نشته کنین؟ روی خط هستین. خوی تیر نشد. روی خط هستین دوست عزیزم. شما روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم. روی خط هستین. We love you, Mr. Kizan. I love you too. Or actually, you're more, all of you. سلامت. سلام به شما دوست گرامی. بفرماین. ما بخبر دوست عزیزم. ما کلوم و کتار دوست عزیزم. ما همیش برنامه تردیم. ما بسیار سپاسگزار هستم و خوشوقت هستم و افتخار میکنم که دوستای مثل شما دارم. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. ما وقتتون رو نمیگیرم. ما بخیر خوش باشین. تشکر. درود یار گرامی. انشالله جور سلامت باشی. حسن بیگ محمد. آقای یار، به نظرتان کدام دین خیسایی است؟ سید نبی. آقای سید نبی، دین انسانیت. اگر خودت اما انسان ها را به یک دیده خوب ببینی، تفاوتشان را در کار نیک و بدشان ببینی و تو را به یک راه خوب هدایت کنه که انسانیت هست، اونمو خوبه. دمی ادیان بگرد، هر دینی که انسانیت را ترویج میکنه اون خوبترین دینه. هر دینی که میگه ولی ما مسلمان، ما از این، ما از این، تو کافر، تو را خدا در دوزخ میبرد، تو کافر هستی، تو لعین، تو مرتد، این ادیان را تف کنین و علاج کنین که بره. اینا ای دین نیستن، اینا یک وحشته، یک میکروبه که در تن نازک و لطیف انسان ها چسبیده و ویرانشان میکنه. روی خط هستین دوست عزیزم. آقای یار، سلام به شما. سلام به شما دوست گرامی. شکر، شکر فضل خدا. سلامت باشید. محترم شما این سوال باشم، امیدوارم تو که سوال خونه جواب بدین. بله. اگر کاملا سیم در شما این تیگه ایتمان پیدا شده که تا با حال در یه رایی که نواز بدید اشتباه بود، رایی غلط بود و یک زمین به شما مسئله ایت شده که توجیه شده که رایی داشته بود و ایچی بس هم میکنید که توبه کنید و به حقیقت پیدا بودید و از تمام کسایی که پیروان شما بود از نو مذرد بخواید و اونو رحم برای راست پیدایی کنید. ما برای شما یک گپ میزنم و اما تا که گفتین صادقانه، صادقانه. ما اصلا نمیفهمیدم که دین چقدر دین غلطه تا زمانی که قرآن نخوندم. یک بار که خواندم برام عجیب بود، گفتم نه، من نفهمیدم، حتما تا نیست. باز بعد از او دفعه دوم خواندم، سوم و چهارم و پنجم، کم کم در کلیم شیش دوم و بیستم و صدم، او وقت فهمیدم که ای یک راه کاملا شیطانی بود که من رفته بودم.
ایره برد زمانت میکنم که زیرایی که من میرم داخلش شاید مرگ باشه، اما توبه ایش نیست، ایش توبه نیست. چرا؟ ایره ما به هر سلول خود میفهمم، ایره ما به او رقم نخوندیم، در ایجا ما او رقم نرسیدیم که یک روز بگویم ای والا من چی یک لوده بودم. ای ایچ وقت در زندگی اتفاق نمیفته. اگر یک چیز را در زندگی کده باشم، ایره نه که غلط کده باشم و یک کس بیای بگویم متوجه شم، بله ما همیشه میگم مذرت میخوایم راستیش را باز من. سلامت باشه. روی خط هستین دوست گرامی؟ روی خط هستین. سلام محترم آقای شفیع یار. سلام به شما دوست گرامی. لطف میکنه. من سوال داشتم از حضور شما. بله. سوال من اینه که خداوند میخواد که بشر به راه راست بره. بله. چرا یک نفر دیگر اقدام میکنن که مردم به راه راست بره؟ کاملا. خودش ناتوانی، خودش توهین به خداوند است. همین سوال یک شما استخدام میکنه به نام پیغمبر که برای مردم هدایت کنه، توهین به خداوند ناتوانی خداوند نشان میده. ما برای شما میگم، ما برای شما یک تبصره میکنم که از این که توهین بزرگ به خدا نیست و از این که دروغ کلان بشریت بسیار دروغ گفته، اما از این که ای دروغ کلانتر نگفته که یک نفر بیاید که ما پیغمبر خدا هستم برای هدایت شما آمدیم. باز اگر یک آدم خودش در راه نیک باشه می دروغ بگه تعامل میکنی، اما یک آدمی که اینقدر کارهای زشت کرده باشه مثل محمد و بیاید که ما شما را برای راست میبرم، در واقع بزرگترین توهین به خداست. و اگر دوزخ وجود داشته باشه محمد در قعر دوزخ خواهد بسوزه، با خاطر که با قدر ارزی میلیون ها نفر پای بروز کشته شده. حداقل میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر بدون شک کشته شده. و یک چیز دیگر که مردم که سر شما انتقاد میکنن، ما به یه ایران هستم که اینا چطور به شما انتقاد میکنن؟ بخبر شما از دل خود خود یک چیز نام نکشیده. شما امیر همون ترجمه شه که اینا کدن، ما هم ترجمه نمیکنم. ترجمه ایره که همی با اصطلاح علما کدن، ما از روی همون ترجمهش بیا میخوانم. بازی ها میگه نه عربی یاد نداری و دیوانه خیچه رو ترجمه کردی که اگر ترجمه کار نمیته. این ترجمه که شده نفرهای اسم دکترها در عربی و امول لسان دیگه. بله، کی ترجمه کردن؟ و شما فقط ترجمه از قرآن برشان بگیر، قرآن شما اینی اینا چرا اینا خوش شوند که شما برشان کمک میکنید؟ قرآن اینطور میگه اینا علی شما میستن و بر شما دستان میتن از بیسوادی و نادانی خود. بله. و شما را متهم میکنند. سلامت شنوزه های شما باید بدانن سلامت باشه بزرگتری لابده قرن ماست. ما واقعا بزرگترین شما موقف عمر حیام دارین آقای شفیعیان. سلامت باشین. نمیتونست که ابراز کنم که شما وقتی تو در امریکا نبود در اونجا کشته میشد. کاملا خوشبختانه شما در امریکا هستین که شما را تنش نمیتونن. تشکر. عمر خیام به زبان نظر میگفت مثل مشیر حافظ که اول خواندم. ایار عزیز، اگر محمد تازی به گیرت بیاید همراهش چی میکنی؟ آقای علا محمد میگه جناب علا محمد، اگر محمد تازی در گیر ما بیاید ما در دیوان خانه میبرمش، تداویش میکنم، بعد از او قصه هایش برش میمانم، بعد از او میمانمش که تا آخر زندگی گریه کنه و گریه کنه جنایات خدا. دوست تاجک ما کامنت نوشتن به خط سیلیک، دیگه دوست تاجک ما بابلیان نوشتن به یا بابلیان به خط تاجکی. حالا آنقدر دوستای تاجک ما دیگه زیاد هستن که تقریبا نیم کامنت ها از تاجک های ما هستن. ما خیلی سپاسگزار هستم. اینا نوروزم نزدیک است و شما یک فصل شادی و تراوت دارین، فصل گل و بلبل و سمنک دارین. امیدوار هستم که در این نوروز
بسیار زندگی خجسته داشته باشین. ایار عزیز، اگر محمد خویی را خواندم، تاجکستان به پیش ای به الفابت انگلیسی نشته، بسیار خوب، ولی نشته میکنه تاجکستان به پیش، به پیش. و دیگهش وی به خط سیریلیک، اما تو پشت در پشت میترسم که زیادتر از نیمه نوشته در ایجه به خط سیریلیک. ایار صاحب، آیا شکار کار خوب است از نظر شما؟ نصرت پامیری، پامیری گرامی، البته پامیر یک جای بسیار خوبه، تاجکستان و افغانستان است. یک دفعه ما رقصای پامیری را میماندم کت میوزیکشان که چقدر زیبا است، بسیار خوشمه. پامیری از اگر شما از پامیر هستین، برای شما بگویم که اگر یک طریق دیگه می بود که ما هیچ شکار نمیکردیم یا گوشت نمیخوردیم، براتان میگفتم که نه، اما بشریت یک رقم دیگه جای است که وقت جزء زندگیش از گوشت خوردن، شاید هزارها و ده هزار سال، حالی ای را نمیتونیم به پشت سر ببریم. شاید به کمک تکنولوژی چیزای دیگه یا گوشت‌های ساختگی به وجود بیاید که مجبور نشیم که گوشت بخوریم. اما آمدیم در قسمت شکار. ما خودم شکار سالهای دراز شکار کردیم، در دو سال آخر شکار نکردیم، اما سالهای بسیار شکار کردیم. در شکار خودم بسیار خوب نبودم، بسیار بدم نبودم، یعنی از هر دو پرنده که میزدم یکیش مفتید، از هر ایوان دو ایوان که میزدم یکیش ما معمولا دو تایش مفتید، اما ایوان زیاد شکار نکردیم ما و ترا، ولی پرنده و اینا رو زیاد شکار کردیم. به نظرم نیست که بگویم خوبه و اخه مناسب هم نمیبینم که بگویم بد است، خوب نیست، اما دل هر کس که اگر شکار میکنه. اما شکاری که در کشور افغانستان یا کشورهای مثل از اون نمیفهم در دیگه تاجکستان و ازبکستان اینا چطوره، بسیار وحشیانه است، شکار نیست، وحشت هم. پرنده را در زمان چوچه و بچهش هم شکار میکنن، در هر جایی که هست شکار میکنن، در هر وقت، در امریکا، در اروپا. شما وقتی که پرنده ها و حیوانات چوچه و بچه داره، وقت جنسگیریشان است، به هیچ وجه نمیتونین. بعد از این در وقتی که از او خلاص شدن، یک سیزن داره، مثلا در امریکا معمولا دو تا سه ماه است شکار میکنین، بعد از او یک مرغاوی را که در حالت عادی شکار میکنین، شکار کنین، $500 جریمه تان میکنه، حتی در دفعه دوم و سوم بندی میشین در سر از او. اما تا هر پرنده دیگر، حیوان دیگر. روی خط هستین دوست عزیزم؟ نگفته نمانه که یک دوستم پیشار گفت که واتساپ این نیست، 714 که هست سعی کنین واتساپ هسته، 714-931-7096. روی خط هستین دوست عزیزم؟ سلام آقای یار، بسیار خوشحال هستم، سلام شما رو بشنم، حال شما خوب است؟ سلامت باشین دوست گرامی، خوب هستم، بفرماین. من از ونکوور کانادا زنگ میزنم. بسیار خوب. و چیزایی که از شما یاد گرفتیم بسیار رای زندگی در ما یاد، چیزایی که من در زندگی هر روز میبینم با کسایی که صحبت میکنم، بسیار فکر و ذهن من رو واقع از یک جوانی که خود در کشوری که از ایران آمد، ما از خود افغانستان هستم، به ایران کلان شدیم و چیزایی که در ما یاد دادن، فکر که تفکرهای ما رو عوض کردن. وقتی که واقعا چیزی که ما یاد داد کلش اکستریم بوده، یعنی که چیزی که میخواست ما یاد بدارم چیزا رو یاد. بله، بسیار خوشحال هستم که برنامه شما رو پیدا کردم و دانستم رای زندگی خود واقعا پیدا کنم. یک افتخار بزرگ است به من که شما از برنامه های ما یک چراغ پیش پایتان یافتین. حال کوشش کنین که یک آموزگار شوین، آهسته آهسته مردم را درس بدین. حتما پرستی کرد، من همین کار را هر وقت که با دوستا برابر میشم با کسایی که مثلا قرآن یاد میکنه یا خودشون میگم که مثلا گرد شما رو یاد میکنم که میگم که بازم خودم بیرم در را تحقیق میکنم، این که مثلا در شما تبلیغ کنم که کپی کنم پیس کنم کپی کنم پیس کنم، میرم خودم واقعا قرآن رو
میخوام در پارتی یاد دارم بخوام. آفرین. یکیم خدا شکر 20 سال از کانادا هستیم. کل دتاش یاد دارم و بیر تحقیق میکنم و ایشان نشان میدم. ولی یکان دست میگه it's hard to teach an old dog new trick, it's new trick به انگلیسی بگم. اینا چیزای نو یاد نمیخوان بگیرن. تفکرهایشان کم پریوانده. تشکر. بسیار تشکر. نادر حسینی میگه آقای شفیعر درباره عیسی مسیح چی فکر میکنی؟ عیسی مسیح ما به عیسی پیغمبر قبول ندارم، اما یک شخص خوب بود. دوزی و قتل و تاراج و کشت و کشتار نکد. پیروایشان هم راجع به سال امروز گپ میزنن، اعمال نیک انجام میتن. این قابل افتخار است. لینا قاسمزاده شکر که هستیم. ایار صاحبا خواه ایره خواندم. برگرمن ولی همیاله یک کمک گوشنام کردیم آقای برگرمن. مستر ایار I hope you can see this comment. I like you even though I don't always agree with you on everything. Please give your dog a treat for me. ای دفعه که تری دادمش میگم از طرف آقای برگرمن هستم. روی خط هستین دوست عزیزم. صدایتان بسیار پخشه. سلام علیکم. سلام با شما. سر شما خوب است استاد؟ شکر فضل خدا سلامت. ببخشید ما دو هفته پیش بشم درباره او چند جا کتابا گپ زدین. همین نمره تانم اینمی جا هسته. ما برای شما کوشش میکنم که زنگ بزنم فرصت نیافتم. باشین که ما نمره باشین یک دفعه دیگه ما میره بگیرم که اگر باشه باشه ما که شما زنگ میزنم. سلامت. نوررحمان سفری بفرمایید. روی خط هستین دوست عزیزم. بله. روی خط هستین. السلام علیکم جناب شفیعیار. سلام خواهر عزیزم خوب هستین بفرمایین. شکر خدا ما خوب هستین. بهار مبارک شبه. بهار مبارک و نو بهار مبارک و خودتان مبارک. چقدر دیر بود که نبودین؟ راستی که با وجدانی که ما با شما در تماس نشم واقعیم که همه برنامه شما را در کار باشم در را در هر کجا که باشم همیشه با شما هستم میشنوم. چون که در آغاز برنامه یک برادر ابراز داشت امین برنامه شما برای ما یک انرژی میدید. اگر از مشکلات زندگی که پیش آید یا که عموما برنامه شما برای من یک روحیه میبخشد واقعاً که سلامت باشین خواهر گرامی. و جناب عیار صاحب در همون کامنت های شما یک نفر زیاد زیاد به حرفای کریلی نیم تاجیکی و نیم روسی زیاد زیاد مردم تاجیکستان را تحقیر کرده ایستاده است. نمیدونم بولبولی مانیکی مانیک بولبول یک نامی یکی اینجا من میبینم بابلیان بابلیانیان بی ای بی وای خب بله. خب ما او را نمیخوام. تخلصش شادیسته تخلصش مانکی بابلیان مانکی نمی خب خودم توین میکنم بله. برادر است که خواهر است من زیاد میخواهم زیاد اگر صدای ما را بشنم این قدر مردم تحقیر نکن چون ما تاریخی از دستاوا داریم و خوب میشید که او کامنت های تکرار به تکرار خود را در اگام جایی گرمان میکردید و پسش کردم از اینجا پسش کردم دیگه کامنت نمیتونم. از چند نیست را شیر میخوام برای شما بخوام بیتار کتا بسیار خوب. به رنج و جفا صاحبی عنوان نشدی. بسیار خوب. بر تخت روی ولی سلیمان نشدی. در عقل اگر نیست خدا در دل تو صد بار به حج روی مسلمان نشدی. کاملا مقبول است. بسیار زیبا بسیار توجیکار تحقیق کرده استادم پاسخ به همونا با شما اونجا با فکرم در روسیه شب است در شما فکر میکنم روز است خود شما بخیر خدا نگهبانی. سلامت. آقای حسیب عزیزی میگه ایار نهایت عزیز ببخشید یک خواهش برای جوان عزیز ما کاوش اگر
ممکن باشد در تلویزیون شما یک ساعت دو ساعت وقت برایش اختصاص بده. بدون شک کوش گرانقدر و کوروش عزیز ما دو نفر هستند که در برنامه ما میتونن که وقت داشته باشند، با بسیار خوشحالیم. موهو میگه آقای عیار شکارچی قلب منی. خدا نکند. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرماین. سلام به شما دوست گرامی. سلام. فضل خدا، خوب هستم. هر کس به هست گوشه دنیا هست. تشکر. شما چیزایی که میگید راستی، چیزایی که شما میگید راستی، گفته شما یک چند وقت پیش گفته بودید که مردم در زیر بیا خوبسته نمیدارن. بله ها، واقعا من 13 سال پیش که آمدم شروع کردم، در زیر لیاف کسی رقم گپ نمیتونست بزنه، با بزن خود با بیادر خود از ترس نمیرفتن. بله واقعا، واقعا گپ شما واقعا واقعا من همچنان بسیار سالا میشه کوشش میکنم در بعد ندیان مرمات مختلف رو بخواد بگیرم، اما یک کوچک یک مقتله یک رو بیدن میخواستم کتو نظر شما رو در موضوع داشتم. شما کمک تجربه شما در این دارتر از مکنه. بفرماین. مسئله ای است که امی خط نکردن سنت کردن از نگاه اسلام یا مدیان مختلف که تقریبا در سالهای مختلف که از زمان یهودیان تا امروز در مسلمان ها کامدگی است. از جد امروز مردم میگه که شاید از نگاه تبابت همچنان کار درست است و این آن من خود مثل دکتر هستم و اصلیت اگر آدم ببینه واقعا کنم تفاوت نه یا نشارم، چون که کدام چیز نیست تا مختلف که یک چیزی هست که در طبیعت در انسان آمده همراه با یک چیز آمده، این چیز به علت نمی باشد. اگر ما یک جسم را در آلای تناسلی خود داریم، این چیز به علت نیست. و یک چند وقتی شکت به در آمد که همه فامیل برای تو میخواین کوده بخواین سنت بکنن، او را متاسفانه بودن سنت کردن و در اون لحظه وقتی که ما او را دیدم و حالت کمی تبین و اکتف محسوم که به این آبت را میکرد بر من سوال بود که یعنی امی خود سنت کردن پسیت از زمان عهد عتیق که در موسا بود که گفته بود که سنت از جمله چیزهایی هست که خداوند بگه که پدیدی مرگم را این بکنم و بگو مردم که شما در خانه های تان چیز بلام قربانی بکرشته باشید که وزر موت سوال تا فیلن مشهور است برام یک قربانی را در مقابل خدا مرد. و امروز مسلمان ها همچون دیگه پدیده را پیش برده رشتن. اول ببینم سوال من این است که آیا خود محمد راستی سنت شده بود؟ کسی را دیده بود؟ کسی می بود سنت شده یا نشده؟ و روی نظر شما در این موضوع چیه؟ من یک معلومات میتونم به شما. اصلا تمدن مصر، فرعونای مصر، اهرامای مصر، ای باعث شد که یک تعداد زیاد مردم از شرق میانه و خصوص یهودا به مصر بروند، هم برای کار هم به خاطر خرید آزقه و غیره غیره. و خصوص که خشکسالی ها که می آمد دیگه هیچ راه نداشتن، خرک خود سوار می شدن، دروازه فرعون تک تک می کردن و هزارها یهودی در اوجه کار می کرد. اینا آیسته آیسته از اونا تمدن یاد گرفتن، ریشکل کردن سنتی مثل از این چیزهای دیگه از اونا گرفته شده، معماری اینا از اوجه گرفته شد، باز اینا در مملکت های خود دور آوردن. در واقع اتا دین عیسویت و موسویت و اسلام هم از امی تمدن فرعون منشا گرفته. در واقع اینا یک سفره نان امو منطقه بودن، به خاطر امو دلتای دریای نیل بسیار زمینای زراعتی را آبیاری میکرد در سیلابای خود و بسیار حاصلات زیاد میگرفتن و وقت پیدا میکردن که سر دین و چیزا فکر کنن. البته اونا اهرام امی فرعونای خود به حیث خداهای خود میدیدن، اما عیسوی ها که در اوج زیاد شکنجه میدیدن سر خدای از زیاد قار بودن، شما خدا ندارین، یه خدا نیست، خدا همون در بالا است، او خدای کل عالمه.
و با این عقیده آدم های هوشیار یهودی یک عقیده نو دین آسمانی را به وجود آوردن. باز عرب ها که محمد شروعش کرد، اینا هم عقاید عیسویت و موسویت و ابراهیمی داشتن که خودش یک یهودی بود، ولی محمد با طرز تفکر از وا نمیتونست دوزی کنه، نمیتونست زن مردم بگیره، مال مردم شده او قدغن بود. بنان اینی بخش محمد در واقع دونمو نظرات از اونا انجکت کرد که اسلام به حیث یک دین وحشت و قتل و کشتار به وجود آمد که تا امروز با اونمو وحشت به پیش میرد. این حال یک تفسیری کلان کردم که سوال شما اگه جواب نداده باشم دیگه سوال شما از پیشم رفته. فکر میکنید برای الله جل و علا شانو سنت است؟ نه، سخت است بهش ساختن و یا دوزخ ساختن؟ نه اینمی هست، اینه جور کرده برد، اینمی زمین بهشت و دوزخ یک جایی برد جور کرده، اینمی هست، او دگرهایش دروغ هستن. درود بر روان زیبای عیار صاحب روشنگر فرهاد احمدی، سلامت. اگر محمد خود را روی خط هستین دوست ازم، روی خط هستین. السلام علیکم، روز شما بخیر. سلام دوست گرامی، خوب هستین؟ بفرماین. عیار صاحب محترم، سوالات که بر کاب شما ما شمشیر میزنیم ولی اگر پیش نفهمیدیم نفهمیدین که خورزابط هستیم یا جنرال. خب بفرمایید. اگه 16 سال شمشیر میزنید خب ایوان جو کشید میکنید. حال بینید هم سه محترم امین خداوند ماها را مرد و زن خلق کرد، ولی یک چیز قیاد علا رفته. مثال علی آدمی که مخنص یا چیز تک یا به حساب ایزک کرد. بله. حال ما درباره جنازه دیدم افهام شهادت دادن ازیر در محکمه نمی افهام. مثلا در روز هشت که مرد میشه یا زن، یعنی ملا میتونه قادری شود آده اون دنیایی بره عمور بلدی میرسه، فرمان میرسه در این دنیا عدلی سکس کنه خلواتت یا هم ارام هستن. و یعنی دفار در قرآن شریف و در حادیث متبرکه شما کنم چیزی میتانه گفته اینه من خوب که به کام شمشیر زدی بینه میگه به نفاقیدی. برای شما بگویم که ای گفت در این زمان که خنداور ای گفت بسیار مهمه. خدایی که همه ما را خلق کده، او از روی آله تناسلی به یک انسان حق شهادت میته، حق ارث میته. برای زن نیم، نیم مرد، برای مرد دو چند زن. اما در هیچ جایی خدایی که کل ما را خلق کرده اینه قدر خدایی نمیکنه که بگویه مخنص اگه بود اینی رقم. یعنی خدا ما را به اساس آله تناسلی ما قضاوت میکنه، حق میته و حساب میته. یعنی خدای ما چقدر خدای ساده است، چقدر لوده است که او چقدر غیر عادلانه و ظالمانه است. میگه اگر من راستی مخنص می بودم امیر اسم میکردم، چقدر قلب انسان مشکنه. اگر شما اگر دیگر ها همین کسایی که هستیم اگر بخوایم که درد یک آدم مخنص اس کنیم، به این دیواز از او خود قرار بتیم که ما یگانه چیزی که باید آدم مخنص میرسه که در این دنیا ما او را به دیده تأخیر میبینه. ما انسان هم غول هستیم به دیده تأخیر، وی والا ایزک، وی والا ایزک، برشخندی یک آدم ایزک میگیم. این چیزا واقعا از خدا که شروع شده تا ما که اگر از خدا هستیم اونم چیز بد یاد گرفتیم. اما مثلا در امریکا یک آدمی که در مکمه نمیرم نمیگن که بیاد تو بانتا بکش که چی هستی که از روی ازو بسنجیم. اگر مخنص هم باشی اونمو حق داری، اگر شیعه باشی، سنی باشی، عیسوی، موسوی، حقت در اونمو جاست من ایسی اگر انسان. یعنی انسانیت ما از عادات و حرف خدا علای کعبه بسیار بهتر و بلندتر است. با خدا کار
من بعض اوقات فکر میکنم که آل مثال یک مخلص یا یک برای چه رقم شهادت بده. بله ها بله نمیتونه. آمی قاضی شده میتونه، ملای امام شده میتونه، کلی این سوال برانگیز است بر من. آمی حق میراث به یادم چه رقم میرسه؟ حالی که در اون دنیا میره زن است مرد است که اگر مال خواه میشه که مرد خواه میشه یک عجیب و غریب چیزایی هست این از این معلوم میشه که با خدا همین کتاب قرآن بخی سوال برانگیز است. یعنی همین کل مردم بر شما باید اطاعت کنن. نه امو را بخونن، امو را بخونن اینا. سلامت باشین. متن حدیث در مناقب چنین است. ما صحیح بخاری و مسلم دیگر دیگر داریم، اینا یک کتاب حدیثشان مناقب است. دیجه از امام باقر خوب گوش کنین. امام باقر رضی الله عنه دیجه گفته که و امام صادق فرمودن، امام باقر از امام صادق به شما حدیث گفته، فرمودن که پیامبر وقتی که می خوابید تا این که وسط چهره فاطمه را می بوسید. او مناش است که نمی خوابید تا که وسط سینه فاطمه را می بوسید و صورت خیش را در بین سینه های او می گذاشت و برایش دعا می کرد. خب اگر فاطمه 3-4 ساله 5 ساله بوده باشه خب کدام گپ نداره، اما وقتی که ای برآمدگی ها باشه برای یک پدر هم لازم نیست که کلی خود دان خود در بین سینای دختر خود بانه ببوسه و برش دعا بکنه. و بخصوص محمد اولو در موقعیت را خوانده نمیتوانی، اولو در محکمک چشمایم ضعیف شده. آقای عبیبولای احمدی روی خط هستین دوست عزیزم. سلام. سلام با شما دوست عزیز، بفرمایید. ایار صد یک نظر بسیار متفاوت من از اسلام دارم، نمیفهم که شما چقدر میدونید. شما بفرمایید. بفرمایید. در اسلام میبینیم در قرآن کریم در پولی هزی که بعضی گفای خوب گفتن، مثلا بعضی گفایی هم که شما تشریح میکنید مانند این که کسا جهاد بکنین، این را بکشین، او را بکشین، در صورت که این تو کلا را بکنین، در جنت میرین، مثلا در صورت که جهاد بکنین دور مسلمان به سایت گفا میگم یک بار تو نباشه که ما در یک امتیان سرچپه قرار گرفته باشیم، یعنی واقعا قرآن از طرف خداوند آمده باشه و بخواه ما را تست بکنه که اینا واقعا به خاطر زن، به خاطر از اینکه در اون دنیا از شراب بخورن و صاحب کورشانی چقدر یکی دیگه خدا میکشن. یک تست هست ها؟ یک تست سرچپه جزای دیشتر ببینه که خداوند بگه که ما که برتان اون خودش اگه امتیان بود که شما به خاطر یک کور یکی دیگه را میکشن یا نمیکشن بخاطر نفستان. راستی میتونه که امتو باشه، خب من به او عقیده نمیشم، اما اگر امتو بوده باشه آفرین علیکه و تا مشارستی. سلامت یما جان. یک چی نشته که از امام باقر و امام صادق بخونیم. امام باقر و امام صادق فرمودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمیخوابید تا این که وسط چهره فاطمه را میبوسید و صورت خیش را بین اویرا پیشتر خواندم که دیگر راجع به لبایش نوشته کرده بودن باشین. او این نقطه دیگهش متوجه نشده بودم. اما باقر و صادق گفتن که پیغمبر نمیخوابید تا این که وسط چهره فاطمه، وسط چهره فاطمه اینی جست، اینی چهره چهره اینی وسط، یعنی لبای خدا دلبش تا که نمیمون خواه نمیکرد و صورت خیش را بر بین سینه های او میگذاشت و برایش دعا میکرد. این بابا کلان، این بابا کلان. باشین که پس در صفحه خود برم. در صفحه شما میبینین سوره زمر آیت 42. در سوره زمر خداوند کائنات، بیاین که از روی خط بخونم که کتابی باشه که شما
قارتان نیاید. این بسیار یک آیت زیباست و آموزنده. از اول برای شما مترکایی میخوانم، میگم باز بعد از اون میخوانم. علای کعبه در قرآن در سوره زمر آیت 42 میگه که آدم ها وقتی که خو میشن میمورن، خداوند روحشان میگیرد. روح اونموست که روی تگرب مردی، میگه روحشان میگیره. وقتی که روحشان گرفت میمورن. کسایی که وقتش پوره شده که نوبت مرگش است، او را دیگه نمیمونه، او را دیگه میمونه که بمره. سو مردم میخیزه کاکا مرده. اما کسایی که هنوز زندگیش به آخر نرسیده، پس که بیدار شد برش روحش را میته تیزه کدن. یعنی در این رقم ما و شما در یک شب، مثلا من ادخل 5-6 دفعه بیدار میشم، 5-6 دفعه خواه میرم. مرا یه علای کبه 5-6 دفعه روی ما میگیره، میکشیم. باز بیدار که شدم، باز پس میگه این اخو نوبت تو نشده بود. یو چقدر غول. مرگ چی است؟ مرگ وقت است که نفس نمیکشی، روحت رفته، قلبت کار نمیته، جریان خون نداری، فکرت دیگه کار نمیته. این حالا اگر از یک نفر روحش بگیری که بکشی، دست برو در سر یک کسی که خواب از در سر قلبش بان دب 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 کتی یک چوبه که تا دکه بتش اتو میشن در سرش یک همه که یخ پرتو و چهت میپره. خواه اگر مرده چرا؟ یعنی یه خدای کبه یه خیلی خدای غول توی گپه رو سعی کنین، سعی کنین حالا من رو بخوانم برای شما. خدا آن است که وقت مرگ ارواح خلق را میگیرد. دید درسته؟ وقت مرگ روح را از تنت میگیرد. و آن کس را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال خواب روحش را قبض میکند. در وقت خواب هم که هستی روحی تا قبض میکند. قبض روح اونمو گرفتن روح است. سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگه میدارد. او کسی را که گفته ای باید بمره او را نگاه میکنه، جان شدگه نمیتش. و آن را که نکرده به بدنش میفرستد تا وقت معین. و او را که وقت مرگش قبول نکده که هنوز است، باز رویش پس به تنش میرسه برای مت. و در این کار نیز ادامه از قدرت الهی برای متفکران پدیدار می شود. او یه چی زور داره، اونم اونجا اشته به کار آواره. نفر خواب رفت، او نفر بیدار شد تا صبح. یا خدا یه با بزرگی تو آیا شایسته می کار استی تو؟ او خدا یا ما غول استیم که نفهمیدیم که خدایتان نمی باشد. این حال شما فکر کنین که ساینتیفیکلی مرگ چی است؟ اما از دید قرآن که خبر رفتی مردی. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام و احترام آقای شفیع یار، روز شما خوش. سلام با شما، سلامت باشین. جور هستم، شما سلامت، بفرمایین. تشکر آقای شفیع یار. این خواب که آلوده‌ترین جای جهان است، هر فصلی که من می نگرم فصل خزان است. خاکی که در او مرد امیر است و خبیر است، ملکی که سراپا همه زندان زنان است. تا هفت نان و شکم و گشنه بگویم، گویم که خداوند جهان رسان است. در عمر چنین مردم ساده ندیدم، چون رهبرشان به نام و نشان است. فارغ ز کتاب و سبق و درس و معلم، یک گدهشان فکر کنم گاو چلان است. آقای شفیع یار، همی مسئله شما در مسئله یعنی جنت و دوزخ یا زیاد صحبت کردید، من اینجا یک سوال داشتم. همی کسایی که در جنت میرن و بشون افتاد دور میدن،
اصلا اور میتو اصلا دارن و این کسایی که این خبر مردان دارن آیا بر زنها و بر خانمهایی که در جنب میرن مسلمان هستن اینا هم نماز میخوانن روزه میگیرن برای دنیا هم چیز گفتن و آیا در قرآن شریف گفتن که کسایی در جنب رفتن پس آمده زنده شدن که برای مردم کسا کرده باشه که در مورد زنی صحبت کنن صحبت کنین خیلی خوش کن. از جنت خو کس نامده و نه از دوزخ، ایره یک دروغ مطلق هستن. اما اگر نباشم، حالا پس اگر بریم کهش فکر کنیم که هست، نظر به قرآن، زن در این دنیا و در اون دنیا هیچ گونه موقف نداره، هیچ گونه ارزش نداره، نه در اون دنیا نه در اینجا. برای مردم میگه 72 دانه حور میته. او روز از یک آقای تیک تاکر شنیدم که گفت هورا، گفت زنای ما ملکه می باشد اوجه و 72 دانه هورا هم نوکرشان می باشه و برای سکشوالتی نیست. در واقع کاملا برای سکشوالتی است. بارهای آمده، حتی در قرآن آمده که در یک خانه کلان چپرکت هاست و مردا شیشتن و کتهورای خود رابطه جنسی دارن، یعنی یک مردگ خانه. بنان بزن اگر جنت باشه یه چیز نیست. اما برتان میگم که زینه میشه که در زیر خاک رفتی باز آمدنت نیست. گپ عمر خیام که رفتی رفتی. روی خط هستین دوست عزیزم؟ اینی تلفون رو تباشیم که من گل کنم که اگر تاثیر کنه، چون روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام دوست گرامی. بفرمایید. تمامی تو که بگلام و بزرد محبت تاویم میشونی یک دستونی که مردی دفنت کردن خواب قبولت نکرد چی میکنی؟ خواب پس بیرون انداخته کنی؟ فکر میکنی که من اولین نفر استم که متوجه شم که اسلام غلطه که مرا کار کنه، یا پیش از مام کسایی بوده؟ پیش از صدها نفر شروع کردن به پرگویی. آفرین، آدم با معلومات باشین. یکی از اونا نام بگی که خواب سایکو، یکیش نام بگی که خواب قبولش نکرده باشه. خواب قبولش نکرده. نه، حالا تو یک نفره گفتی پیش از ما هم کافرها بوده، یکی را نام بگی که خواب اجازه نداده باش بگه برو. یکی بود در کابل از مردم های کوکسا بود، نمو تو بلا و لحب و خلاصه از مشتک شده بود. آها. مدیره که دفن کرد تو دیدن که وقتاً که قبر از این گیره یا زمین قبر از قبر چی؟ از قبر نه، از قبر چی میشه؟ از قبر بیرون انداختش خواب قبرش نگرد. خب اما تو بد سرعت انداختش یا کم؟ سرعت کم دیگه بود. سایکو جان بیادر، فرعون کافر بود؟ او خواه این دعوای خدایی میکرد. فرعون که کافر بود، دیدی ای جایی که داشت و قصرهایی که داشت دفن است؟ او خیال پلوهای شماست. خاک قبولت نکنه، خاک بد کنه که مرا قبول نکنه. ما که خاک قبول کردیم، خاک چرا مرا قبول نکنه؟ ما مردم از کجاها بیرون میکشم، چرا خاک مرا قبول نکنه؟ به خدا ایره بفهم جان بیادر که اگر یک روز تو قرآن بخونی و بفهمی، خدا دو میزنی، خدا دشنام میته که چرا ما تا حال کار نکده بودم. ها باشیم که ما پس صفحه خدا باز کنم که از تکنولوژی
Welcome to live chat. Remember to guard. افسانه میگه مولدار. این به عقل نگاه کن، او را بیرون کرده بودن در جای از یا او کار شده بودن. دوستای تاجیکیم خیلی خوشحال هستم که شما را دارم. میبینم که دوستای ایرانی ما در برنامه هم زیادتر شده میرن. ما برای نجات یک مملکت مبارزه نمی کنیم. ما برای نجات یک جغرافیای سیاسی مبارزه نمی کنیم، بلکه برای نجات یک جغرافیای فرهنگی که ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان، حتی بخش از هند در بردار مبارزه می کنیم. تو واقعا امام زمان هستی، اما کسی نمی فهمد. میدان مردک میگن. چقدر خر مردم داریم. سی پی تی یا بخط چی نشته کردن. خب زلمه سید نور، سید نوروز، سلام به شما دوست گرامی. پیهم پیهم آل در تاجکستان ساعت 12:48 است، یعنی در یکقدر وقتش نا وقت شو یکقدر تاجکستانی جه است که کل از یا تا اینی وقت میشینن. ما خوشحال هستم. آقای جعفر رضایی میگن چه شفیع عیار نباشد تن من مباد. درود به شما دوست گرامی عیار عزیز. در سوره اخوانه او رو باشن دیگه بس است. درود بر حضرت عیار. روی خط هستین دوست عزیزم. دوست عزیزم یک کم بلندتر و آهسته تر. نفهمیدم صدایتان مشکنه. ببخشین اثر زنده نمیفهم. خودتان هم وقتی که سر ببینین میفهمین که چقدر قابل فهم نبود. کابلمن میگه جناب ایار صاحب هر وقت مردم قدرتان را دانست برایت گریه میکنند. اما ترسته اینا هیچ نمیفهمند که ما برای از این مردم چه خدمت بزرگ میکنم. بفرمایید دوست عزیزم. روی خط هستین. سلام علیکم. سلام به شما دوست گرامی. من جاید هستم. آقای جاید خوشحال هستم. بفرمایید. ما میخواستم راجع به سوره زمر آیت 42 بر شما دو کلمه به عرض برسانم. بفرمایید. دوری که میدان وجود انسان متشکل است از سیستم عصبی که اساسا دو نوع است، یکی ارادی و دیگر غیر ارادی. کاملا این غیر ارادی را به نام اوتونوم نروین سیستم یاد میکنم که عبارت از پاتیکوس پاراسمپاتیکوس است. وقتی که انسان به خواب میره این سیستم ارادی انسان به خواب است، اما سیستم اوتونوم یا غیر ارادی فعالیت میکنه. بله. مانند مثلا قلب، مانند شش، مانند معده، این اعضا تماما فعالیت میکنن. بله. یعنی معنایش در خواب خداوند روح بشر یا انسان را نمیگیرد. کاملا این بقیده از نظر طب یک موضوع بسیار اشتباهی. بله کاملا. و دیگر شما نکنم اون کتابی که ما با شما بحث رسانیدم یا کردین یا چطور شد؟ نه هنوز نکردیم. نشد؟ هنوز نکردیم. میکنم. شما لطف
فامی کتاب دیگه کنیم برای از اینکه این کتاب چیزهای بسیار خوب داره در فصل چهارم راجع به ترانسپلانتاسیون نوشته داره. ترانسپلانت خیلی مهم است. بسیار خوب. خداوند صحت کامل تمام. تشکر میکنم دوست گرامی. ای دوست ما دیجا آقای مایکل جان میگه مسلمین به کتاب ایمان دارد که در عمر نخوانده و بسیار درسته. اما کسایی که ایمان دارن نخوندن، کسایی که خوندن هیچ ایمان بهش ندارن. مزخرف. رنج دنیا، فکر عقبا، داغ حرمان، درد دل، یک نفس هستی به دوشم عالم را بار کرد. روی خط باشین. البته من فکر میکنم از بیدلم. رنج دنیا این همی چیز است که میگه رنج دنیا، فکر عقبا و یک غم دیگه است. باغ حرمان، باغ دوری و فراق، درد دل، کل این میاره کی باعث شد یک نفس هستی، اینم یک زندگی که با ما دادن، کل این همی چیزها را دو شما بار کردن. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام آقای. سلام به شما دوست عزیزم. یوسف هستم، از امریکا. خوشحال هستم جناب یوسف، بفرماین. اول سر از همه تشکر از زحماتتان که اینقدر معلومات خوب و دقیق برای همه مردم ارائه کردید و سالا زحمت کشیدین که مغزای همگی ما رو روشن ساختین. اگر نه همگی در تاریکی و جا سلامت و کرونا و گفایی که ملا ها میگفت ما قبول میکردیم که ولی در زیر خاک بوری و با خاک آدم رو مندازو مثل کنی برادر زنگر. خب یک 20 سال پیش شاید دیگه تا قبول میکردیم که ولی ما را که خاک بانه خاک بیرون نمگرد روز نمیتونیم این دیگه تا قبول کنیم. بله و این دیگه تا منطق جای نمیشه که یک آدم چیز فضایی ساد اقدر زیاد کفار از این دنیا بس کل از یار خدا زیر خاک بکشه. خدا اینقدر بیکار شیشه که فقط منتظر است که ما مردم از خاک بکشه مردم تاکری کنه. خدایی که به این عظمت است و اینقدر کائنات بزرگ جور کرده فقط در خاطر این کارهای خود شیشه منتظر که من نماز خواندم روزا نگرفتم باز مرا او طرف برده فقط همه که گفتنی داشتم یک جان سپاس دارد. با شما موافق هستم. خوشحال هستم از تبصره مقبول منطقی شما. محمد فرزند نداشت. خب ایجا یک بحث دیگه است. چرا محمد بردهداری را بند نکرد اگر پیامبر بود؟ نه تنها که برخلاف بردهداری نبود بلکه برده ها داشت. بردهدار، برده فروش، کنیزدار، کنیز فروش. محمد آدم میگرفت، آدم میره بود، بعد از او در بازار میفروخت یا از فامیلش اول پیسه میخواست که نمیداد در بازار مفروختش. در چی خو خیره محمد فرزند خو ای دوست ما یک کلمه نوجور کرده اشهدان لا اله طالبان مرتد الله هم دیوار استم ما آقای ایار کنال من میگه هم دیوار هستیم ما آقای عیار. ما کنال من در افغانستان ما میگیم همسایه ماست که شما میگین ایرانی ها هم میگن. این همسایه بسیار یک کلمه زیباست به خاطر که هفته و که از شرق به غرب میره سایه در ایسون و در ایسون دیوال ایجاد میشه پیش از چاش در ایسون دیوال بعد از چاش در طرف شرق پیش از چاش به طرف غرب. کسی که در اوسون از این دیوال است در سایه قرار میگیره سایه عین دیوال. در ایسون دیوال که است در سایه عین دیوال هم سایه یعنی ما قنیزی هستیم که هم سایه هستیم. سایه از اونا و سایه ما یکیست. سایه از بدن به وجود میه پس تن ما یکیست. یعنی ما خدر نزدیک هستیم که از تن ما سایه ما را مشترک ساخته. تن از و تن ما عین سایه را داره. بسیار یک کلمه زیباست همسایه.
شما همسایه ما هستین. بله. اگر محمد خود را آخرین پیغمبر نمی کرد، شاید تا حالا ده هزار پیغمبر دیگر می آمد. در زمان محمد حداقل 5-6 پیغمبر مثل خودش ادعای پیغمبری میکرد. ولی اگر محمد سعی کنین، عیسی نگفت که پیغمبری خلاص شد، موسی نگفت، او خدر پیغمبر به وجود نامد. محمد هم اگر نمی گفت، احتمالا دیگه یک آدم قدر بیچشم نمی شد که بیاید دروغ بوید که مرا خدا روی کده. یک دروغ بسیار کلان، هر کس نمی خواهد. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که ماشین از پیشم رفت. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نهی جان من خطای اینجاست. حافظ یک آدم است که بوتای کنش می بود که می بوسیدیم. خب نه هم دیوار رفقای قدیم میگم، یعنی شما در سیاتل هستین؟ روی خط هستین دوست های زمین؟ شفی جان یار سلام. سلام دوست گرامی، آرزوی سرمندی خودت به حامل به تمام دوستان رو دارم. سلامت باشین. شفی جان گفت شاید که از دوستان رو زنگ داده بود که در اون دنیا که انسان ها میره که ندارد، میگه برای مردا 72 خوی بیشتی برای زنا. اما یکی از روحانیون اهل سنت و جماعت دیمی یک چند روز پیش دیدم که میگه که برای زنا همون شوارهاشون در اون دنیا هست. بله. و اون شوارها باز پرسان کردم که چطور یک شوار گفتن؟ نه، این شوارهایی که برشان هست زور 70 مرد دارن. کل چیز سرمو قاط پای، کل چیز سر قاط پای. این کار افتاد مرد در اون دنیا، مردی که در اینجا بیچاره بود در اونجا کار میکنن. و یک سخن بسیار جالب بیه که جزای بهشتی، جزای دوزخی هم سکس و شراب، یعنی اونایی که در دوزخ رفتن سکس و شراب بود. آها. و بهشتی ها همچنان وقتی که به بهشت میرن سکس و شراب هست. آها. بله. برای شما بویم که زنای بیچاره، بخص ما اونا که همی زنای خود به خاطر سکس و اینا بسیار اذیت میکنیم، این در خوشحالیش همیست که ایجا به خیر خلاص شوند که در دنیا حداقل از عذاب ما خلاص شوند. و در اوج خدای لوده و رضی ها میگه که من اتو شوهایتان قوی میکنم که زور 70 مرد داره. این زن در اوج تکه تکه میشه. و جالب است گفتم کسی که جزای دوزخ ها سکش، یعنی جزای کسایی که دوزخ بله شراب بودن، بله کسایی که باز بهش میرن بر از نام ده. اما در قرآن برای مردا در دوزخ و برای زنایی که دوزخ میرن شراب و چیزا وجود نداره، که تا آب جوش، آب زخوم، مچمچی می جوشانه شکت گرزای کلان میزنیم، جلدشان می سوزانیم، بله. باز پس جورش میکنیم، پس میسوزانیمش که درد بکشه. در حالی که جلد، امی جلد نمی روی اگه که نازکه، ای درد نداره چون سنس نداره. یک کم باید از این تیشی که سنس داشته باشه. یعنی محمد نمیفهمیده ای گپاره، کلش از محمد هستن. یک کلمه کوچک شد جان یار، ما مسلمان ها بخشن در قسمت کشورهای مثلا افغانستان ایرانی ما میبینیم که در این کشورها این دین مبین اسلام به صلح نامدن، به زور شمشیر چی جنایت بشری را که اینا انجام ندادن. همین میگیم که دین صلح هست، دین آرامش هست، دین مکنی این چیز نیست، دین وحشت هست. بله کاملا با خدا که دین همی آدمه که به نام محمد میشناسیم، اگه دمی امریکا می بود با اون کارهایی کده بود ولا اگه دیگه زندگی از زندان بیرونش میکردن. تشکر. نازی عبدالقادر بنازم به مبارزات عیار بزرگ، سلامت باشین.
کابلمند میگه که عیار صاحب شما یکی از فیلسوفان قرن هستید، هوش شما، ذکاوت شما را سلام و مبارزاتتان قابل قدر است، پیروانت رو به افزایش است. اونمو اسه آخر ما میخواییم. روی خط است این دوست گرامی. سلام عیار صاحب. سلام به شما. بار دوم زنگ میزنم. بله. قبل به شما زنگ زدم و سوال در مورد نکردم خط نکردم شما پرسیدم و شما معلومات کافی برای من دارید. تنها سوال ما این شما گفتید که سوال من فراموش که خواستم دوباره به یادتان بدم که آیا خود نبود یا نشده بود؟ اگر فهمیدم فهمیدم میگم اما طور که یادیان از تمدن مصر آمده، بسیاری از عرف و عادات و کارهای هم که میکن آمده، همین مردم مصر احتمالا اولین مردم در دنیا بودن که خط نمی کردن. اینا بسیار پیشرفته تر بودن از این مردم های گرد پیش کده. مثلا در قرآن آیت است که ما ایوانات را خلق کردیم که شما شیر و گوشت را بخورین، از پوستش خانه بسازین. این 1400 سال پیش بود. اما 4500 سال پیش، یعنی 3000 سال پیش از این گپ، اهرام‌های مصر ساخته شده بود که تا امروز بشریت متعجب است. اینا رو فکر کنید که با چقدر پیشرفته تر بودن. یعنی همی یکی سکشوالیتی به حیث یک غریزه است اولاد آوردن، دیگه سکشوالیتی به حیث یک فن و خوشی و اترا بازدهی یک سنت به وجود رشد کرده که چیزهای مختلفه که فانتزی انسان ها را بهبود ببخشه دیرش کرده. برای یک زن احتمال داره دیدن یک آله تناسلی که خط نشده تا آله تناسلی که خط نشده فرق داشته باشه به خاطر امو شیپ که برش میده، یک کلگه باز یک دسته. اما در کسایی که خط نشده یک پوشک خلطگک است، اونوی سر هیچ نشان نمیده. او شاید برای یک مرد هیچ فرق نکنه، اما برای پارتنر شاید فرق کنه. یعنی یک فانتزی در شهوت به وجود میاره. بنان از او سمیه در عربا و عربا که صد چند از او مردم کده به شهوت علاقه مند بودن و کل قرآنشان دختر و زن است، یا او را تیز کده گرفتن، واه 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 ای را گرفتن به اونو خاطر. اگر نه شما در مردم هندستان مثلا حداقل 800 میلیون نفرش سنت نمی کنن، چند نفر از ایرشون دین که مریض شده باشه از خاطر از او؟ هیچ، مگر اینکه بسیار خود چتل نگاه کنه. اما تو مردم های دیگه که در دنیا بسیار مردم که سنت نمی کنن، به هیچ وجه او به صحت انسان ها کدام رابطه ندارن. مثلا ناخون ما میگیریم، این به صحت ما رابطه ندارن. اما برازی که پاک باشیم، غیر مستقیم ساعت رابطه داره، مستقیم نداره. اینه میره که خلق کده، اینه میره از کسایی که هیچ نمیگیره ناخون خدا میمانه دراز میشه، مشکنه یا دراز میشه. ما چون ناوقت آمده بودم 5 دقیقه میباشم باز میرم. میدان وردک میگه تو راه نجات افغانستان استی. شرمنده استاد گرامی حسیب ازی میگه درست 100%. به نازم با مواخایی را پیشتر خواندم باشین. بازی جگ آدم با اخلاق هم داریم امروز. ابراهیم رحیمی. ابراهیم رحیمی تبانم ابراهیم تپس که ابراهیم آدم خوب بود. بچه سگ گفته. ابراهیم نشته میکنه بچه سگ. از اخلاق که شما دارین با خدا سگ ما بسیار اخلاق خوب داره. ای کاش که میره بشنوان همی سگ مرا بیارن کمی جا برد نشان بتم. ما یکان دفعه میگم به خانمم، میگم این چی اگه انسان خوب است، چقدر روشار، چقدر بانزاکت، چقدر میربان. همی سگ ما از این همی اخلاق که تو داری ازو کده خوبه. ایار استم که شما را ایار صاحب خوش استم که شما را خوب میبینم. انترنشنل سلامت. ترک اسلام کردم زندگی آسان شد. آه سحر آقا یار گران قدر، من ابراهیم رحیمی را بلاک کنید، بیاینم این کار کنیم که پیش
موبیلش را ایش کنیم. چی شد اگر دچیم خورد پسش میکنم. خب دیجه تا ای جایی که پولیدم نبود بسیار تیز کامنت ها تیر میشه بسیار کامنت ها. روی خط هستین دوست عزیزم. روی خط هستین. من عبدالرحمن یوسفزای هستم. یوسفزای گرامی خوشحال هستم بفرمایین. من بسیار خوشحال هستم بخاطر که چندین موقع که تلاش میکنم که با شما با تماس شام تمام مقت نمیشم. میخواستم بگویم که اول شماره هایی که در واتساپ با شما زنگ میزنم پاسخ بدین بخاطر که من خودم شخصا نمیتونم با شماره شخصی شما زنگ بزنم. بله شما باور کنین که اون نمره واتساپ ما در روی خط است ولی اینی جمع اول که میایم میگیرم کار میته اما اینا پسان که میشه جمع میشه چون تلفن زیاد میه جمع میشه هیچ ما گرفتن نمیتونم ما جواب میتونم بفرمایید. بله آقای ایار امی مشکلی که شما مشکلی که مردم افغانستان قرآن نمیدونن قرآن نمیخوند مسلمان ها در اون قرآن نمیدونن اما ما که در از افغانستان هستیم در کشور ما این تاریخ خود بیدونیم که قرآن چیز همون به زبان فارسی ترجمه شده بسیار تکان دهنده است. به نظر شما ما متعدس میزنم که شاید 600 سال پیش 600 سال پیش از قامت اسلام در کشور خب تقریبا خو تقریبا ما قمیشه بله در سر دوازده میلادی ترجمه شده توسط یکی از شاگردان خواجه عبدالله انصاری یعنی 600 سال بعد از آمدن اسلام که از کشور ما مردم دسترسی به قرآن نداشت به ترجمه قرآن بله کار که شما میکنید یک کار بسیار مهم است یعنی در طور شما که دو تمام قرآن هست قرآن در جامعه ما به ترجمه خونده نشده این مشکل اساسی که چرا مردم نمیدانه یک مشکل تاریخی کشور ما هست بله بسیار خوب بله شعر فردوسی رو بخونن یوسف زایی گرامی زیبا جهان کردن از سخن چون بهش از این بیش دخم سخن کس نکشت یعنی بیدیم که سخن در فرهنگ ما اهمیت دارد جهان کردم از سخن چون بهش از این بیش دخم سخن کس نکشت از این پیش تخم سخن کس نکشت بسیار زیبا اجازه بتین بفهم که زندگی برتان خوبه؟
بله. در آخر نگه فردوسی. خب. نمیدم از این پس که من سندم. دکن دخان با پراکنده هم. آها. اما ترام هست. یوسفزای گرامی باشین یک دفعه. یوسفزای گرامی همی گپره که میزنه که ما هیچ وقت نمیمرم یا تا وقت نمیمرم به خاطر که تخم سخن کشتیم. ما همیشه میگم که یک نفر تا وقت نمیمره که ازش یاد کنن و بخصوص که به خوبی. و واقعا فردوسی گپ خوب زده، قرنهای دیگه هم زنده میمانه. ببخشین بفرماین آقای را. من یکی از مشکلات جامعه را که من خودم یعنی جوان جامعه هستم که من متوجه شدیم این است که هیچ وقت ما فرصت دانایی نداشتیم. این یعنی نقطه من میخوام سال پرش تاکید کنم، هرچند سال بشن چی بیدم میشه تو تاکی من میگم من از کشور کدار آمدم، در کشور غربی آمدم، در ایتالیا هستم، درس میخونم. اینجا فرصت هست همه دانایی در دست نخبگان تنها نیست، چهار نفر نمیدانند، همه عموم میدانند. در جامعه ما، در جامعه ما اسلام چهار نفر با ملاقان در جمع نخبگان بودند، چهار تا ملا میدانست به شکل اشتباه خودشان درست نمیدانست و به شکل کتمان میکردند. بسیار نقطه که من میخوایم بودم که چرا در جامعه ما تا کنون همه دانایی به شکل عموم نیست. حالا من خودم با شکل مواجه هستم، وقتی دیگه من خودم تشناخت من پیار من بسیار مشکلات دارم، در ندارم مشکلاتی که من با خانواده این با جامعه داشتم که با زمان این کارم اتناخت دارم. در پیدا کردن معلومات درست، در پیدا کردن کتاب درست در جامعه من کتاب ما در افغانستان دیدم کتاب درست پیدا کردن بسیار سخت بود. یک کتاب اسلامی درست، یک سند تاریخی درست، یک استاد برتر تشریح کنم. اون مثلا برنامه های اول خود تاخل شدیار به بالای تاریخ امین سیرت نبوی ابن اسحاق است. اولین کتاب جز دو قرن بعد از مرگ محمد. وای بسیار مهم یک کتاب است. با همین خاطر من این را همیشه مؤاخذ میتونم. و این کتاب و این کم خیلی همین تفصیل رکنا به شما میکنم که یعنی کل تاریخ اسلام سر این کتاب استاد است. کاملا. مشکل کتاب که زدگی دو قرن بعد از مرگ محمد نوشته شده. بله. یعنی تاریخیت از زیر سوال است. اولین کتاب معجم تاریخی اسلام است که آن قدر دروغ درش است که از قرآن هم کده زیادتر. دقیقا مثلا تاریخیت از زیر سوال پس دو قرن که هیچ پیش از این کتاب در باره محمد نوشته نشده میگیرن زندگی محمد هم اینکتن. اولین کتاب اسلام آمد است. این هم سال مشکلات داریم که ما مشکلات ما که زودتر از در پیدا کردن معلومات درست داریم که این وقت فرصت نبوده برای جوان های ما. کاملا همین کسایی که مثلا در افغانستان مودن بسیار وضعیت خراب است، اصلا درس وجود نداره که فرصت اینایی که در خارج هست ما یک گله دارم از اینا آقای شبیه یار این گله ما جوان هایی که در امریکا هستن در اروپا هستن اینا از خودی دیگه بزرگ شدن مادر پدرشون زبان فارسی رو میدانن بعد مادر خود به فرزندان خود باید بگویم همی کاملا بسیار تشکر یوسفزای گرامی. دوستای گرامی، یوسفزای از مکتب نجات از صنف ده بود که برای ما از کابل زنگ میزد. ما بسیار نگران سلامتش بودم. ما یقین دارم که روزای بسیار بعد دیده و یک اشاره کرد. حال آمده در ایتالیا درس میخوانه. بسیار آدم هوشمند و لایق و ورزیده است. این میتونه که 5 سال 10 سال بعد با یک یوسفزایی که دکتر است، انجینر است، فیلسوف است، شاعر، نویسنده و بزرگتر از او تبدیل شد. ما برای شما یوسفزای گرامی موفقیت میخوایم. تشکر که زنگ زدین و ما کوشش کنم. شما آل در واتساپ آمدین؟ ما در شما
برای یک تر دوستانتون زنگ زدم کپ هم زدیم مگر هیچ برنامه کنم پایان دیگه ندادم من میخواستم در اون برنامه دمو یک چه کنن؟ یک دفعه دیگه برشان پیام بفرستین بوین شفیعیار با ما گفت که براتان زنگ دهیم اینی نمره ایم اینی پیام ایم با شفیعیار برسانیم سلامت دوستای گرامی برنامه ایم داخل رسید داخل برنامه همو اعلان را که داشتیم دوباره میمانم اگر کسی میخواید دوباره ببینش کنسرت چیست آقای یکان دفعه اینمی کله درست کار نمیده کنسرت حبیب قادری است شما میتونین ببینین و یک بانکوئت هال که در شهر آنتیاک کالیفرنیا است همی در یک هفته دیگه در 9 مارچ یک کنسرت بسیار خوبه غذا مجانی خداحافظ دوستای گرامی به این اعلان یک توجه بکنین حبیب قادری هنرمند محبوب ما به تاریخ 9 مارچ 2024 در کریستال بانکوئت هال در شهر آنتیاک کالیفرنیا یک کنسرت بسیار زیبا کریستال بانکوئت هال یا کریستال پالاس بانکوئت هال اینا یک گرند اوپنینگ دارن در امو شب که غذا مجانی صرف میکنن دارن برای کسایی که در این کنسرت اشتراک میکنن شما تکتای از این کنسرت در دهن دروازه میتونین $125 بخرین شما اگر این تکتها را قبلن بگیرین این ادوانس $99 است دهن دروازه $125 است امیدوارستم که شما یک شب خوب و خوش داشته باشین و congratulations for crystal banquet شما امیدوارستم که یک شب خوب و خوش داشته باشین